درود بر شما بزرگواران، روزتون به خیر و خوشی باشه و امیدوارم که حال دلتون بسیار بسیار عالی باشه. محمد خدابخش هستم با یک بخش دیگه از برنامه‌های آموزشی صنعت کاشی و سرامیک در خدمت شما عزیزان دل هستیم. با ما همراه باشید تا با هم طرح‌ها و نقش‌های زیبای کاشی‌های امروزی رو ببینیم و لذت ببریم. خب بذارید اول شروع کنم با توضیح دادن این مطلب که ما وقتی که میخواییم یک محیطی دکور بکنیم چه پارامترهایی رو باید مد نظر قرار بدیم. یکی از بحثای بسیار بسیار مهم در انتخاب متریال مناسب برای هر محیطی که قراره مثلا ما کاشی رو اونجا بسط بکنیم این از داشت که ما کاربری اون متریال رو در نظر بگیریم و مد نظر داشت. خب در نظر داشته باشید وقتی که ما از کاشی صحبت میکنیم، کاشی انواع مختلفی داره، کاشی دیوار، سرامیک کف، کاشی پورسلانی، کاشی اسلب و انواع اقسام کاشی های دیگه مثل کاشی های استخری و و و کاشی های دستساز و غیره. امروز کاربرد های کاشی اینقدر متنوع شده و اینقدر کاربردهای جدیدی براش ایجاد شده که در حوصله این مطلب نمی گنجه. اما براتون توضیح میدم دیگه شما نمیتونید به کاشی فقط به عنوان یک پوشش برای دیوار سرویس بهداشتیتون اکتفا بکنید و بگید که من کاشی رو قراره فقط در سرویس بهداشتی یا مثلا فضای بین کابینتی استفاده بکنم در آشپزخونه. اینقدر طرح‌های زیبا و متنوعی کاشی های جدید ما دارن که ما رو میتونن در انتخاب یک متریال عالی و با کار برای بسیار عالی تر هدایت بکنن. موضوع رو به یاد داشته باشید که وقتی صحبت از کاشی میشه تمام متریال ها زیر مجموعه کاشی هستن، یعنی سرامیک هم بخشی از مجموعه کاشی هست و سرامیک رو نمیشه جدا دونست از کاشی. اون در حقیقت فقط دمای فرایند پختش هستش که متفاوت است. مثلا سرامیک در دمای بالاتری نسبت به کاشی دیوار پخته میشه، به خاطر همین جذب آب کمتری داره و همینطور کاشی پورسلانی در دمای بالاتر از سرامیک کف پخته میشن و در نتیجه کاشی پورسلانی جذب آب کمتری داره نسبت به سرامیک ها. پس مجموعاً وقتی که ما صحبت از کاشی میکنیم منظورمون تمام طیف انواع پوشش های مربوط به صنعت کاشی و سرامیک هست. خب ببینید یکی از بحث های بسیار بسیار مهم در کاربری کاشی این هستش که ما وقتی که قرار از یک نوع کاشی برای دیوار یا کف یا هر محیط دیگه استفاده بکنیم باید کاربری اون رو مد نظر قرار داشت. وقتی که ما صحبت از استاندارد میکنیم، یعنی مثلا ما قراره که یک کاشی رو در دیوار مصرف بکنیم، قراره در کف مصرف بکنیم، قراره در کف سرویس بهداشتی مصرف بکنیم، قراره کف سالن فضای منزل مصرف بکنیم، قراره که ما کاشی رو مثلا در یک محیط تجاری یا یک پارکینگ یا هر جای دیگه مصرف بکنیم. بنابراین کاربری کاشی بسیار بسیار موضوع مهمیه و باید توجه جدی بهش بشه و این موضوعی که همه باید هنگامی که میخوان دکوراسیون جدیدی برای خودشون داشته باشن کامل این رو مطالعه بکنن و از مزایا و مشکلات مصرف کاشی در اون محیط مطلع باشن. بحث مربوط به سایش بحث بسیار بسیار مهمیه و باید کامل بهش توجه بشه. یعنی اگر شما قراره از یک کاشی استفاده بکنید برای محیط رستورانتون یا به عنوان مثال برای محیط یک فروشگاهی که دارید و پرتردد هستش در داخل یک پاساژ یا یک محیط بررفت آمد مثل فرودگاه یا هر مکان دیگه، نوع کاشی که انتخاب میکنید کاملا باید متناسب با شرایط اونجا باشه. پوشش لپتو، یعنی پوششی که اومدین سطح کاشی رو با استفاده از فرایند پولیش
یک براقیت نسبی براش ایجاد کردیم و این سطح کاشی با فرایند پولیش شاینی و درخشان شده. وقتی که این اتفاق میفته و ما سطحمون با فرایند پولیش تبدیل میشه به یک سطح درخشان و بسیار براق و زیبا، خب قطعا باید مد نظر داشته باشید که هر چقدر جسم زیباتر میشه و درخشندگیش بالاتر میره، خب قطعا مخصوصا به خاطر فرایند پولیش مشاهده این هستیم که مقداری تخلخل سطحی روی سطح کاشی ایجاد میشه. خب این باعث میشه چی؟ باعث میشه وقتی که کاشی ما در محیطهای پرتردد قرار میگیره، نسبت به آلودگی های سطحی مقاومتش پایین بیاد. بنابراین استفاده از انواع کاشی های پولیشی، انواع کاشی های لپتو یا سمی پولیش یا هر نوع متریال دیگه‌ای که نسبت به سایش مقاومت بالایی نداره برای محیط های پرتردد به هیچ عنوان توصیه نمیشه. بنابراین باید دقت داشته باشید وقتی قراره نوع کاشی رو انتخاب بکنید، باید حتما از نوع کاشی مناسب اون محیط استفاده کنید. یعنی مثلا اگر قراره برای محیط های بیرون ساختمون کاشیتون انتخاب بکنید، قطعا فقط تنها گزینه کاشی های پورسلانی هستن. کاشی های پورسلانی به دلیل داشتن جذب آب نزدیک به صفر کاملا در مقابل یخزدگی و مشکلات جوی، سرما و گرما مقاوم هستن و در طول سالیان سالی که قرار این کاشی در محیط بیرون ساختمون مصرف بشه، اگر نوع کاشی پورسلانی باشه هیچ اتفاقی براش نمیفته و کاشی شما کاملا سالم در طول سالیان سال براتون خدمت میکنه. استفاده از نوارهای آشیه و نوارهای باند بسیار بسیار میتونه کمک بزرگی باشه و همینطور سیستم هایی که شما میتونید لیول سطحتون رو بیایید بالاتر. یعنی چی؟ یعنی مثلا زیر محیطتون شما میخواید به سیستم سرمایش و گرمایش کار بکنید، با سوی پایه هایی میتونید کاشی رو روی پایه ها نصب کنید با روش های مختلف، حالا خوش و روش های دیگه که وجود داره، و سیستم سرمایش و گرمایشتون رو از زیر سطح کاشیتون عبور بدید بدون که هیچ مشکلی براش ایجاد بشه. بافت سراکچر و بافت خود بدنه کاشی هم یکی از پارامترهای بسیار بسیار مهمه که میتونه هم در زیبایی سطح کاشی تأثیر بسیار زیادی داشته باشه و همین که در مقابل آلودگی سطحی. اگر شما از بافت زبر استفاده بکنید و کاشی شما بافت ریزدانه‌ای داشته باشه، اگر هنگام کاشی کاری دقت نشده باشه و کاشی شما خوب تمیز نشه موقعی که دارید نصب کاشی رو انجام میدید، ممکنه ذرات سیمان داخل اون بافت استراکچر گیر بکنه و باید به این نکته دقت بکنید و توجه بیشتری نسبت به کاشی‌های بافتدار و استراکچر هنگام نصب باید معطوف بشه. یعنی توجه خیلی بیشتری نسبت به کاشی‌هایی که سطح صافی دارن و نظافت اون کاشی ها باید کاملا بعد از نصب کاشی با ابر خیس انجام بشه تا سطح کاشی شما کاملا تمیز بشه. امروز به لطف فرایند چاپ دیجیتال صنعت کاشی و سرامیک دچار تحول اساسی شده و طرح‌ها و رنگ‌های فوق‌العاده زیبایی به وارد بازار شده که هر بیننده‌ای از دیدنش متحیر میشه. خصوصیات کیفی کاشی اون رو انقدر زیبا و مستحکم کرده که هیچ متریال دیگه‌ای در صنایع مختلف نمیتونه با اون رقابت بکنه، هم از نظر خصوصیات فیزیکی و هم از نظر خصوصیات شیمیایی. کاشی متمایزترین و بهترین متریال برای انواع پوشش ها در بخش های مختلف ساختمان، هم از دیوار، کف پوش، پوشش کابینت و حتی پوشش های مربوط به انواع کانتر و غیره هستش. امروز به لطف وجود کاشی های اسلب ما کاربردهای بسیار بسیار متنوعی از کاشی رو داریم. اگر از این مطلب خوشتون اومد حتما ما رو سابسکرایب بکنید و ما رو همراه